چورا بینی تن تنوی را بخشیده بسی دو سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان حسن آغاز می بخشیم. کمال احترام سخن به نماینده مقامات اجرایه حاکمیت دولتی ولایت سوخت سردار ریاست اگنتی نظارت در سایه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت محترم جهانگیر سلیمزاده. حاضرین گرامی، اجازت فرمایید پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده را به سمع شمایان رسانیده باشم. حاضرین گرامی، ساکنان شرفمند شهر پنجکنت باستانی را با فرارسی مقدسترین جشن مردمی تمدنساز تاجیک 32 سالگی روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته به همگان سلامتی، خاطر جمعی، به وطن محبوبمان آرامی و آسودگی و پیشرفت و شکوفایی آرزو می نمایم. استقلالیت دولتی برای مردم شریف تاجیکستان صاحب استقلال امکانیت فراهم آورد که تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان متحد گردیده با دستاورد و کامیابی های بی‌نظیر وطن محبوبمان را به مرحله صفتاً نوی رشد رساند. در این باره پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خیلی به مورد تاکید نمودند. محض در نتیجه زحمت صادقانه و وطن دوستانه ساکنان سربلند مملکت پایدیوار دولت نوین تاجیکان همچون دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی گذاشته شد. کشور ما در عرصه جهان اعتراف گردید و مهمتر از همه برای پیشرفت همه ساحه‌های حیات جامعه و باز هم بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی شرایط مساعد فراهم آورده شد. در دوران استقلال دولتی در کشور عزیزمان از جمله در ولایت سوخت نوابسته از تاثیر بحران‌ها
و روندهای مختلفی بین المللی رشد با مرام اقتصادی و اجتماعی تامین گردیده در تمام ساحه ها و سمت های حیات جامعه تغییرات اصلاحات و نوسازی های بی سابقه عملی گردیدند. شکرگزار از آنم که ساکنان شرفمند و زحمت قرین شهر پنجکنت باستانی در قطار مردم تاجیکستان صاحب استقلال با جانبداری از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت برای تقویت بخشیدن اقتدار اقتصادی کشور، حفظ و حمایه دستاوردهای دوران استقلال دولتی، تحکیم وحدت ملی، اتحاد و همبستگی مردم و صلح و ثبات کامل پیوسته سعی و تلاش می‌ورزند. باعث افتخار است که امروز تاجیکستان محبوبمان به شرافت سیاست دوراندیشانه و هدفمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همکاری های منفعت بخش را با کشورهای مختلف عالم براه مانده با تشبث و اقدام های سطح بین المللی در حل مشکلات و معماهای گلوبالی جهان معاصر نقش ارزنده میگذارد. ما باید با دستاوردهای استقلال دولتی اعتبار داده با درک اهمیت استقلال و آزادی و مسئله بلند برداشتن احساس خودشناسی و خودآگاهی اهل جامعه وطن دوستی و وطن پرور تربیت یافتن نسل جوان توجه نموده برای عملی گردیدن هدف های استراتژی مملکت و به کشور پیشرفت جهان تبدیل دادن تاجیکستان عزیزمان سهمگذار باشیم. همچون فرزندان صادق وطن در یک جایگی و اتحاد سرزمین اجدادیمان را باز هم آباد و پیشرفته گردانیم و نفوذ آن را در عرصه بین المللی بلند برداریم. باری دیگر جشن 32 سالگرد روز استقلال دولتی را به ساکنان سربلند شهر پنجکنت باستانی صدقاً تهنیت گفته اطمینان کامل دارم که غایه والای استقلال و هدفهای نجیب و سازنده بنیادکاری به خاطر آبادی وطن مرام همیشگی ما خواهد بود. جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک. همدیاران عزیز، رئیس ولایت سوغ رجب بای احمدزاده. اینک سخن به رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالق زاده. همدیاران ارجمند، حاضرین گرامی، امروز ساکنان پنجکنت باستانی در قطار تمام مردم کشور با شکر گزاری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساس گزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان گرامی ترین جشن تاریخی و فرخنده ملی 32 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند جشن میگیرند. در این لحظه های فرح بخش همه شما حاضرین گرامی و مردم شرفمند و بنیادگر پنجکنت را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با افتخار جشن 32 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته برایتان سلامتی، حیات آرام و آسایشته، صلح و ثبات پایدار و زندگی خوش و با سعادت آرزومندم. استقلال دولتی برای مردم کشور عزیز ما گرامی ترین و با ارزش ترین جشن است، زیرا امکانیت داد که مردم تاجیک تحت سروری اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تقدیر کشور و ملت خود را به دست گرفته مسیر زندگی خود را معین نمایند. ماز استقلال دولتی امکان داد که خود را چون ملت تمدن آفر دارای فرهنگ والا معرفی
و با سهم گذاشتن در حل مسائل عمومی بشری آبرو و اعتبار ملت خود را بالا بریم. همدیاران ارجمند، مردم شریف پنجکنت باستانی در مرحله تاریخی زیر هدایت های همیشگی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تشبث های رئیس ولایت سوغ، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده کار و فعالیت کرده، تدریجاً ساحه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر خود را رشد و انکشاف می‌دهند و در این راستا به دستاوردهای نظررس نیز نائل گشتند. بنیاد نقب‌های استقلال، شهرستان، شاهرای دوشنبه چناق و شاخه آن عینی پنجکنت تا به سرحد ازبکستان و ساختمان پایگاه مقتدر ترانسفرماتوری از دستاوردهای بزرگ زمان استقلال است که با ابتکار پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان عملی شده در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه فقط پنجکن بلکه وادی زرفشان تغییرات کلی و میان آورد. در دوره صاحب استقلالی کشور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهر 56 کارخانه و کارگاه های نوی استحصالی ساخته با استفاده داده شد که در آنها هزاران ساکنان شهر و دهات با جای کار تأمین شدند. از جانب حکومت مملکت در پنجکن 18 لایحه دولتی سرمایه گذاری با مبلغ 1,300,000,000 سومانی تطبیق گردیده، در دایره آنها ساختمان و تعمیر و مجهز نمودن مؤسسات تعلیمی، بنیاد و تجدید راه‌های اتومبیل‌گرد، کم کردن تلفات نیروی برق، دستگیری خواجگی‌های دهخانی، ساحل بندی و پیشگیری از آفات طبیعی انجام داده شده است. در طول 32 سال استقلالیت با دستگیری حکومت مملکت و جلب صاحبکاران در شهر پنجکن 47 مؤسسه تعلیمی از جمله در دو سال آخر در شهر و دیهات پنجکن 5 بنای نوی تعلیمی از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 113 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 49 مکتب های نو در محله فشون جماعت دیهات یاری و دهه باستانده جماعت دیهات سرز ساخته با استفاده داده شد و ساختمان 12 سینخانه علاوگی در نزد مؤسسه تعلیمی ادامه دارند. در دوره صاحب استقلالی 529 نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر و دیهات پنجکن با به دست آوردن کوات پرزیدنتی مؤسسه تحصیلات عالی را با موفقیت ختم کردند و امروز در ساحه های گوناگون خواجگی خلق فعالیت کرده ایستادند. در زمان استقلال زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه طبی شهر سال به سال بهتر می شود. طول این مدت در شهر و دیهات همان 53 مرکز سلامتی و بنگاه طبی ساخته و استفاده داده شد. همچنین در نزد بیمارخانه مرکزی و تولدخانه شهری بنای علاوگی ساخته و استفاده داده شده، شفاخانه بیماری های سرایتی که اهمیت منطقوی دارد از نوسازی گردید. عین زمان ساختمان بناهای نوی بیمارخانه منطقوی چارباغ و غوسر با ذخیره 120 کت با مرام ادامه دارند. دستاورد بزرگ ما در زمان استقلال به فهرست میراثی جهانی یونسکو وارد شدن یادگاری آخر عصر سنگ و آغاز صده برنجی سرزمی باستان در سال 2010 است که تاریخ شکوهمند ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی می نماید. حالا کارهای مقدماتی جهدی به فهرست یادگاری های عمومی بشری سازمان یونسکو وارد نمودن یادگاری های تاریخی پنجکنت قدیم، مقبره خواجه محمد بشارا، تخسن کاریز، سنجرشاه، تلی خمتوده انجام داده شدند. همچنین تطبیق لایحه ترمیم و نگهداری یادگاری پنجکنت قدیم ادامه داشته برای حفظ آن مساعدت خواهد کرد. تجلیل و گرامی داشتی 1150 سالگی ولادت آدم و شوهرها
ابا عبدالله رودکی در سال 2008 و 5500 سالگی سرزم باستانی در سنه سال 2020 با ابتکار و تشریف مبارک محترم پیشوای معظم ملت به شهر پنجکن صورت گرفتند. در شناخت فرهنگ و تمدن دیرین و معرفی تاریخ پرغناوت این دیار نقش مهم بازیدند. حاضرین گرامی، سفرهای کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در آخر ماه مرد و اول اپریل سال 2023 به شهر و نواحی ولایت سوغ و ماه ایونی سال روان به شهر پنجکن با مقصد افتتاح کارگاه نوی میزگودازی در نزد کارخانه مشترک زرفشان و چندین سفرهای کاری رئیس ولایت سوغ، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده به شهر و دیهات پنجکن، در نزد رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وظیفه های را گذاشتند که اجرای آن از ما مسئولیت بلند را تقاضا میکنند. این تشریفات و سفرهای کاری به فعالیت ما تکان جدی بخشیده، حل و فصل چندین مسئله ها را به میان گذاشتند که از روی آنها نقشه چاره‌بینی ها تهیه شده، اصلاح مشکلات جای داشته تحت نظارت قرار دارند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن تصمیم گرفته است با مبلغ گذاری به بودجه محلی جلب صاحبکاران و افراد سخاوت پیشه در شهر و دیهات پنجکن و استقبال سزاوار جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 1000 انشاءات بنیاد نمایند. طول سالهای 2022-2023 در شهر و دیهات پنجکن با مبلغ گذاری جمهوریوی ولایتی و شهری، اینچنین با جلب سرمایه صاحبکاران بنیاد 526 انشاءات و نقشه گرفته شده، تا به امروز 242 انشاءات جشنی ساخته به استفاده داده شدند. ضمناً باید تذکر داد که در عرفه تجلیل جشن 32 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 10 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار داده شدند که سیمای شهر ما را باز هم زیباتر گردانیده، امکانات اقتصادی و اجتماعی شهرمان را توسعه می‌بخشند. حالا در شهر با سرمایه صاحبکاران ساختمان 20 بینای بلند آشانه استقامتی با مرکزهای تجارتی و استحصالی ادامه داشته، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر رفت کارهای ساختمان و آبادکاری ها را به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی زیر نظارت دائمی قرار داده است. محترم فعالان، سال روان با مقصد اجرای دستور سپارش های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، کشاورزان پنجکن در میدان 15001000 گکتر کشت انجام دادند که از نقشه پیش بینی شده 103% زیاد می باشد. قابل ذکر است که سال روان میدان کشت غلدانگی ها زراعت های تکنیکی و کارتاشکا نسبت به سال گذشته زیاد کرده، برنامه های بنیاد باغ و تاکزار نو زینه به زینه اجرا گردید. همچنین ذخیره مواد خوراکواری از طرف اهالی برای 2 سال، زیاد نمودن سرشمار پرنده، رشد ساحه اصل پروری تحت نظارت جدی قرار داده شده است. همدیاران عزیز، اقدامات بزرگ سازنده و بنیادکاری که در تاجیکستان عزیز ما در دوران استقلال دولتی عملی گردیدند، البته به شرافت سیاست دوراندیشانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و زحمت صادقانه مردم وطن دوست و وطن پرور، شریف و سربلند و صاحب خرد و صاحب احترام تاجیک صورت گرفتند. به خاطر حفظ این نعمت بی‌بهای تاریخی، یعنی استقلال، صلح و ثبات، وحدت ملی و باز هم بهتر نمودن سطح و صفت زندگی خلق عزیزمان، هر یک ما وظیفه داریم که من بعد نیز تمام دانش و تجربه و سعی و کوشش خود را به این راه پرشرف سفربر سازیم و با زحمت صادقانه خود وطنمون را باز هم آباد و زیبا و دولت صاحب اختیارمون را پیشرفت و مقتدر گردانیم. خاطر نشان باید ساخت که فضای آرام و آسوده امروزه مملکت و اعتراف تاجیکستان به حیث کشور امن و آسایشته دنیا با جانساری
جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن تحت سروری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و دست آمده است و حمایه آن امروز همچون وظیفه مسئولیتناک و با شرف و ذمه ما واگذار گردیده است. خصوصا وضع نارام جهان امروزه از هر یکی ما احساس گرم وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. ما وظیفه داریم که بحر حمایه استقلال و آزادی که نعمت بزرگترین زندگی من به حساب می رود، همیشه آماده، متحد و سرجم و زیرک و هوشیار باشیم. وطن خود را مثل مادرمان و برابر جانمان دوست داریم. تمام کوشش و غیرت و قوا و امکانات خود را با خاطر آبادی آن سفر برنماییم. با چنین نیتهای نیک باری دیگر همه شما حاضرین ارجمند و تمام ساکنان سربلند شهر پنجکند را به مناسبت 32 سالگرد استقلال دولتی امان صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، خانه آباد و برار و کامیابی تمنا می نمایم. جشن استقلال دولتی مبارک همدیاران عزیز. ارزش و انعنه ها، چهره و سیمای خاص ملی خیش و همزمان با دستاوردهای مناسب به گنجینه فرهنگی بشری وارد گردید. تاجیکستان، تاجیکستان، صاحب استقلال گشتی، ای نشان از آل سامان، صاحب اقبال گشتی. از لوایت فخر داریم، فخر داریم از نشانت، زیر بار ننگ و آریم بحر نام جاویدانت. مبارک جشن استقلال از بخت و از اقبال تاجیک، با اقبال نکو پیوسته شادیم، در مهر و محبت را کشادیم. برای نام و ننگ تاجیکستان قدم در عرصه عالم نهادیم. خجسته باشد اقبال تاجیک، با پرواز نوین شهبال تاجیک. گر استقلالش استقبال دارد، همایون با استقلال تاجیک.
ملک حضر آباد ما گلشنی می رازی اجداد ما تاجیکستان ملک حضر آباد ما گلشنی می رازی اجداد ما چون بهشتی چون
روشن سر به گریبان کشیدم دوسیارم ها
عیبم مکن کی آهوی Yang orang yang orang dah asirat man azizam. باشی سر آزاد ای تاجیکستان تاجت
باید بسر باد ای تاجیکستان، باشی سر آزاد ای تاجیکستان، تاجت بسر باد ای تاجیکستان، تاجت بسر باد ای تاجیکستان، تاجت بسر باد ای تاجیکستان. پیشی چشمت کودکم من
هنوز مادری جان اللهیم گل زندگی افسانه بوده است مادر افسانه‌ام گل زندگی افسانه بوده است مادر افسانه‌ام گل
های آبشار، از افشان تا بختلان و حصار، بین این دنیای نو پیدا کنار، تاجیکستان را نگه باش و خدا، این گلستان را نگه باش و خدا، تاجیکستان را نگه باش و خدا، این گلستان را نگه باش و خدا. خاک و آب و باد و خورشیدش به ما، حد یبین موده حیاتی نور بار، خونی نافی مازی خونی نافی اوست، یا گلیم از این گلیستانی بهار، مخزنی جان را نگه باشه و خدا، تاجیکستان را نگه باشه و خدا، مخزنی جان را نگه باشه خدا، تاجیکستان را نگه باشه خدا. وصفی او باشد مرام کاری ما، دل سراید وصفی او صد داستان، بحری ما ملک است یک تای جهان، چون که چون مادر به ما بخشید جان، جان و جانان را نگه باش و خدا، تاجیکستان را نگه باش و خدا، جان و جانان را نگه باش و خدا، تاجیکستان را نگه باش و خدا. زین وطن داریم ما، بختی مردان را نگه باش و خدا، تاجیکستان را نگه باش و خدا، بختی مردان را نگه باش و خدا، تاجیکستان را نگه باش و خدا، تاجیکستان را نگه باش و خدا. ملت است پشوای ما، پشوای ما، غفار خلق و دولت است پشوای ما، پشوای ما، قهرمان ملت است پشوای ما، پشوای ما، غفار خلق و دولت است پشوای ما، پشوای ما. مبای آبادی ببین دنیای آزادی، ببین مبای آبادی، ببین دنیای آزادی، ببین در بزمی مردانی وطن هنگامه شادی، ببین در بزمی مردانی وطن هنگامه شادی، ببین سرسبز جانی ما شده جنن مکانی ما شده، سرسبز جانی ما شده جنن مکانی ما شده، هر پاره خاکی وطن یک پاره جانی ما شده، هر پاره خاکی وطن یک پاره جانی ما شده. ملت است پشوای ما، پشوای ما، غمخوار خلق و دولت است پشوای ما، پشوای ما، غمخوار خلق و دولت است پشوای ما، پشوای ما.
مهی رویا یک حرف با موی تو قسم روزی سیوه است یک حرف با موی تو قسم روزی سیوه است هر زم با گلو آیدم از هجر تو درده هر زم کی برون میره و دست سینه موه است هر زم با گلو آیدم از هجر تو درده هر زم کی برون میره و دست سینه موه است در جان و دل از هر نگاهت رخنه و راه است قربانی دو چشمی سیاهت این چی نگاه است در جان و دل از هر نگاهت رخنه و راه است قربانی دو چشمی سیاهت این چی نگاه است قربانی دو چشمی سیاهت این چی نگاه است پرسی کی چی روزه پرسی کی چی روزه است مرا به مهی رویا یک حرف با موی تو قسم روزی سیاه است یک حرف با موی تو قسم روزی سیاه یک حرف با موی تو قسم روزی سیاه است یک حرف با موی تو قسم روزی سیاه است هر زم با گلو آیدم از هجر تو درده هر زم کی برون میره و دست سینه موه است هر زم با گلو آیدم از هجر تو درده هر زم کی برون میره و دست سینه موه است از سینه موه از سینه موه است تو یک توی منی ای تاج کیستو تمنای منی ای تاج کیستو توی منی تمنای منی دل و جانی
چشم از سارا بیازد میکنم پیوستا از بار برابر با سرود چشم از سارا بیازد میکنم پیوستا از بار تو یک توی منی ای تاجیکستان اقبالی تاجیک و پروازی نوین شهبالی تاجیک گر استقلال استقبال دارد گر استقلالش استقبال دارد همایون باد استقلالی افتخار جشن کشور میکند
پشمینا نورم به تمدنی خودی من دارم نورم به تمدنی خودی من دارم سر می رسد تا به فلک بام جهان از وسعت پر فیضی بدخشان دارم از وسعت پر فیضی بدخشان دارم تاریخ من یلاردیر، ولار من بر ایم تهندار.
olsun hamişe xalqlarımız ahliqə çorlay versin hamişe mo baroyi ahli olam ben naziri vradaste bodu zavom qap mezanem vale حیات شیرین بلند اقبال گزل دنیا دست لیگدن دستی شادی دستی ریوش دستی خاطر جمعی است شلع افشان دیدگامو دل ملکی مل همی دستی باستان ملک خیش هستیم ما نسلی جوان رمزی بهارانمو یگون برق می خزان در باستان ملک خیش هستیم ما نسلی جوان رمزی بهارانمو یگون برق می خزان یگون برق می خزان نسل جوان ملت روح و روان ملت شهرت فضای ملت با پیشوای ملت با پیشوای ملت از پیش آموخته با صدق و با مهر و وفا با کشور و با خلق خیش کردن جوانی را فدا از پیش آموخته با صدق و با مهر و وفا با کشور و با خلق خیش کردن جوانی را فدا شهرت فضای ملت با پیشوای ملت با پیشوای ملت در باستان ملک خیش هستیم ما نسلی جوان رمزی بهارانمو یگون برق می خزان در باستان ملک خیش هستیم ما نسلی جوان رمزی بهارانمو یگون برق می خزان یگون برق می خزان نسل جوان ملت روح و روان ملت شهرت فضای ملت با پیشوای ملت نسل جوان ملت روح و روان ملت شهرت فضای ملت با پیشوای ملت با پیشوای ملت با پیشوای ملت Thank you.
شكري بغداد، شكري دولت، شكري استقلالي ما، شكري نعمتهاي افزون، شكر بر اقبالي ما، شكري بيداري ملت، دولتي بيداري ما، بخت بينگر ميشي تابد، بحري استقبالي ما. هموطنان عزیز، برنامه کنسرتی ما ادامه دارد. اینک روی صحنه دعوت میکنیم هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد صنعت افضل شاه شادیف را. برای من بسیار قدردانی پنجکنتی باستانی، همه شما با این روزی بسیار هم مقدس، روز استقلالیت و آزادی و خوشبختی تاجیکستان از صمیم دل تبریک می نمایم و به رئیس محترم تشکر اظهار می کنم که من به این شام دعوت کردم. رئیس محترم، برای شما تشکر. یک قرص زنی تو برای رئیس هزار رحمت. Thank you.
کام ملت شد جهان تاجیکان را کرد نام جاویدان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان Thank you.
جاویدان باشد و همه شما نیز. I'm gonna make you mine.
دی خانه Come on.
Thank you.
منی مردم میتونی تو شبا مردم شبا یه شبا مردم شبا شبا مردم شبا یه شبا مردم شبا شبا مردم شبا یه شبا مردم شبا شبا مردم شبا یه شبا مردم شبا
ای پیری به شاخی قدیره شنیدم با زبانی نوخانه به هر یک ره گذر میگفت و میگفت جوانی با سلسانی جوانی ها
روزی غم و شادی گذشت.